اگر بعضی دروغ نگن که نمیتونن اصلا اینجا حرف بزنن. متاسفانه کسانی که محصول 8 سال حاکمیتشون بر گرده مردم، تأسیس دزدپرورترین دولت پس از انقلاب است، که مفسدین اقتصادی به جایگاه‌های کلان حاکمیتی این دولت رسیده اند، الان من نمیدونم با چه زبونی دارن با مردم اصلا صحبت میکنن. جز دروغ مگر میشود روی دیگری از خود به مردم نشان داد؟ دولتی که رئیس صندوق توسعه ملیش 260 میلیون تومان از بیت المال مسلمین دست کرده، برای خودش ماهانه حقوق بریده، 8000 میلیارد تومان صندوق ذخیره فرهنگیان رو غارت کردند، اعضای هیئت مدیره و مدیر عاملش در زندان. دولتی که رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع آبخیزداری کل کشورش مفسد اقتصادی درآمده، رئیس جمعیت هلال احمرش مفسد اقتصادی درآمده، رئیس سازمان خصوصی سازیش مفسد اقتصادی درآمده، برادر رئیس جمهورش مفسد اقتصادی درآمده، برادر معاون اولش مفسد اقتصادی درآمده، دختر وزیر صنعتش مفسد اقتصادی درآمده، داماد وزیر کارش مفسد اقتصادی درآمده، ایران خودروش مملو و از فساد اقتصادی شده، بخشی از مدیران در زندان، سایپاش همینطور بخشی از مدیران در زندان. یه همچین دولتی با چه روی اصلا میاد نمایندش الان با مردم صحبت میکنه؟ این آقا خیلی راحت خودشو داره مبرا میکنه از وضعیتی که رقم زدن برای زندگی مردم. کسانی که 55 میلیون کد بورسی که تقریبا همه ملت ایران هستند رو، بورس اوراق بهادارشون رو بی بها کردن، زندگیشون رو تباه کردن، اینا الان مدعیان. من میخوام یه نکته رو اینجا خدمت شما عرض بکنم. یه دعوای زرگری رو انداختن، دعوای با حجاب و بی حجاب. یکی میاد میگه زنده باد با حجاب، یکی میاد میگه زنده باد بی حجاب. پشت هر دو جریان نظام سرمایه‌داری است. مردم رو بازی بدن به این که بیفتن به جان همدیگه، اون خواهر مؤمن با حجاب بیفته به جان خواهر ایرانی که حالا یه خورده شل حجابه، بزنن تو سر و کله همدیگه که دعوا بیفتد بر سر لحاف، که این وسط منفعت سرمایه داران گوشه ایش احیانا خدشدار نشود. حرفا نیست. ببین آقا میگن که 11 ابر بدهکار بانکی 100,000 میلیارد تومان از بیت المال مسلمین رو به جیب زدن، تو چرا نمیری جلو اینا رو بگیری؟ میگه که چرا پیامک فرستادن برای خواهرای مکرمه ما که مثلا حجابت رو رعایت کن؟ به تو چه مربوطه؟ تو برو جلو دزدا رو بگیر.